سلام به فراخبر، خوش آمدید در این برنامه. افشای حمایت مالی قطر از هراس افغانان در افغانستان، هشدار واشنگتن به دوحه. غرض از ارتباط و حمایت مالی قطر از گروه‌های هراس افغان در افغانستان چیست؟ خودداری دانش آموزان مدرسه از عکس گرفتن با رئیس مجلس آمریکا. العربیه بر بنیاد سندهایی که ایالات متحده آمریکا از مخفیگاه اسامه بن لادن به دست آورده است، گزارش می‌دهد که قطر از سال 2005 به این سو با شمار از گروه‌های هراس افغان چون القاعده در شرق میانه، عراق و افغانستان ارتباط داشته است و از این گروه‌ها حمایت مالی کرده است. در بخش از این گزارش از همکاری سلیمان حسن، یکی از مقام‌های وزارت داخله قطر، آمده است که هزاران دلار را برای القاعده فرستاده است. اما غرض از ارتباط و حمایت قطر از گروه‌های هراس افغان در افغانستان چیست؟ برای بحث بیشتر در این باره احمد سعیدی، فعال سیاسی، و فضل الله واحدی، والی پیشین هرات، مهمانان من هستند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای سعیدی، افشای سندهای حمایت مالی قطر از گروه های هراس افغان در افغانستان شما چگونه تحلیل میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب والی صاحب بیننده، سلام عرض ادب دارم. مناسبات دوحه یا مناسبات قطر با عربستان سعودی از حالا نیست، از سال 2014 به این طرف خوب نیست. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی که رهبر قطر است، روابطی خوبی نداره با شاهزاده سعودی که بندی محمد بندی سلمان است. و همچنین بدون تردید، بدون شک، همونطور که قطر از گروه های تروریستی پشتیبانی کرده و میکنه، عربستان سعودی هم از همین گروه های تروریستی در گذشته و حال پشتیبانی کرده و میکنه. اما چرا این کار؟ اول العربی کست. شما میدونید که شبکه تلویزیون العربی که به نامی البته ام بی سی یاد میشه در لندن است، این شبکه از خسروره ملک فهد، برادر سلمان است. ای آدم کی است؟ ای آدم نام ازی البته ولید بن ابراهیمه که برادر زنی سوم ملک فهد میشه. ای با خاندان سعودی بسیار روابط نزدیک داره. من هیچ تردیدی ندارم که قطری ها به خاطر تورست پروری شهرتی دارن. اما چرا این کار شد دفتن؟ در گذشته میگه پا امریکا میفهمید، سعودی هم میفهمید، امریکا به این دلیل میفهمید. شما میدونید که امریکا به این دلیل میرسید که در زمان باراک اوباما وقتی که یوبرگدال یا امریکایی را آزاد میکردن، پنج نفر از طالبان که هر یک ملا فاضل، ملا نورالله نوری، اخت خیر محمد خیرخوا، ملا عبدالحق ویسیق، مولوی محمد نبی را از گونتانامو آوردن. قطری ها گفتن به ما تسلیم کنید، تا هنوز به قطر هستن. این امریکا میدانست، العربی همون تا که گفت امریکا میدانست. اما از سفر رونالد ترامپ به عربستان سعودی، روابط سعودی و امریکا بسیار تنگ و تنگ شده. یعنی سعودی گاهی بلندگوی امریکا هست و امریکا گاهی بلندگوی سعودی است. علتی که به این روزها زیاد ای را افشا کردن ای است که همی شیخ، البته شیخ تمیم بن حمد آل ثانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران تبریکی داد. و همچنین دو هفته قبل مناسبات از اینا اونقدر تیره شد که همیش شیخ قطر دستور داد که سفارت کویت، البته شما عربستان سعودی، سفارت کویت به شمول مصر ببندن. که بعدا از این صرف نظر کردن. بنان خلاصه گبی است که بله، قطر حامی تروریستا بوده است و خواهد بود، عربستان سعودی حامی تروریستا بوده خواهد بود. حالا رقابتی که بین قطر و عربستان سعودی واقع شده، میخواه عربستان سعودی روابط نزدیکی با امریکا داره، قطر را به دم امریکایی‌ها بته تا سر فشار بیاره. آقای واحدی، شما برملاسازی حمایت مالی قطر از گروه های هراس افغان در افغانستان چگونه میبینین؟ چرا افشاگری صورت گرفت؟ چرا پرده برداشتن از حمایت این کشور از گروه های هراس افغان در افغانستان، شرق میانه و عراق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست به شما و جناب استاد و تمام بیننده محترم احترامات خود تقدیم میکنم. بدون شک که پروگرامی که در افغانستان روی دست گرفته شده بود و تا امروزی که جریان داره و ای برادر کشی میشه، ای توسط انمی مردم شده، از ابتدا شده، ای امروز نیست. و افشاگری را به خاطر میکنن که امروز در ای پروژه از ای انمی موضوع شامل بود که باید امی وقت ای را افشا کنن، به خاطر که رئیس جمهور نو آمد و ای رئیس جمهور نو در کمپاین وعده داده بود که ما می پولایی که در
پول آمریکا را نمیخوام که دیگه جای مصرف کنم و اون رفت یک چیزش از سعودی گرفت حالا اینجا یک چیزش از این میگیره و نمی قسم سلسله از یا جریان داره که منافع یگان دفعه ما مردم که گپ میزدیم مردم میگفت که منافع خارجی ها اینجا چی است یکی این منافع است اینا قائم کنن خدا و شما ای اسامه چی وقت کشته شده بود و چی وقتی اسناد بعد از این آمد و چرا علی او را میکشه خو نمی امروز به درد میخور دیگه امروز به درد میخورد چرا که حال حالات شما میبینین که اونج از عربستان سعودی چقدر نزدیک شد که جهان تعجب کرد که ای و امی شیخایی که ما یکقدر عقیده مسلمان ها با اینا داشتن و نمو چیز ترامپ در اینجا آمد سر لوچ و گپ و سخن و چیز کرد خب رفت در یک ملک دیگه که با کلیسای خود میرفت اینجا خدا یک قسم کرد یعنی سعی کنین شما که اینجا کلش مسائل پولیس و ترامپ در این چیز خوب یک تجربه داره و نمیخواد که پیسه آمریکا را دیگه جای خرج کنه بلکه پیسه خرج شدگی خودم میکشه حالا با گفته آقای سعیدی نزدیکی قطر با ایران و همچنان دوری دوحه با ریاض باعث گردیده تا ایالات متحده آمریکا در همسویی با عربستان سعودی این سندها را همگانی بسازند خب این طور است که در هر وقت که یک قطب یک جای پیدا میشه قطب مخالف خود پیدا میکنه این حکم فلسفه است علی یک قطب در اینجا شکل میگیره و قطب دیگه هم شکل میگیره اوش با یک قسم و ای هم با دیگه قسم به اول لحاظ اینا با هم نزدیک شده میرن و به مقابل او قطب بزرگ چرا شما مسائل که در کوریا مشهورم در نظر بگیرین یک کل چیزایی است که یکی با دیگه رابطه داره و اوضاع را طوری میکنه که خودشان از او مفاد بگیره خیلی سپاسگزارم آقای سعیدی حالا غرض از ارتباط و حمایت مالی قطر از گروه های عرص افغان در افغانستان چه بوده چرا این کشور میخواست از گروه های عرص افغان در افغانستان حمایت مالی داشته باشد شما میدونید که کشورهای خلیج در رأس زینا عربستان سعودی بود در گذشته حمایتی که سعودی از ترکستان داشت کویت، امارات متحده عربی، شما میدونید بحرین و بالاخره قطر اینا در ساحه مغناطیسی عربستان سعودی از گروه های توریستی حمایت میکنند. روابط سعودی با شاهزاده سعودی محمد خراب است. چنانچه تقریبا دو هفته قبل اگر شما شنیده باشین یک دم همیش پادشاه قطر حکم کرد که سفیرای ما از عربستان سعودی، کویت، امارات، بحرین و مصر خارج شوند یک دفعه. بعداً باز گپ خود پس گرفتن. همین لحظه که ما با شما گپ میزنم، شما میدونید که قطر نشراتی شبکه العربی را مسدود کرده و همچنین عربستان سعودی نشرات شبکه الجزیره را در عربستان سعودی مسدود کرده. این گپ های تازه نیه. بازم همین العربی که گپ ها رو میزنم، من میگم که قطر توریست پرور هست. ولی چی میگم که سعودی هم موضوع بدتر است سعودی این خط میفهمی یک دفتر در لندن داره که سعودی ها میتن یک دفتر دیگه میدیا سیتی در دبی داره و همچنین در جده دفتری داره یعنی گویا العربی سخنگوی یا بنگاه خبررسانی سعودی است مانند که الجزیره بنگاه خبررسانی قطر است بیاساس هر دو کشور یعنی قطر توریست پرور است سعودی هم است اما چون حالا این را امریکایی‌ها افشا کردن به خاطر اینکه از سفر اخیری که آقای ترامپ به عربستان سعودی کرده پولهایی که به او دادن عربستان سعودی عزتی که به او کردن حرمتی که به او کردن بعد از این امریکا در منطقه هر کس که در کشورهای خلیج مخالفی سعودی باشه از پادشاه سعودی اطاعت نکنه امریکا زولانش میکنه فشارش میده و قطر حالا مجبور است که یا به شیخهای سعودی یعنی به سلمان به دستبوسی برسه یا تخت و پادشاهی را از دست بده. حالا چرا این کشورها میخوان از گروه های حرس افغان در افغانستان حمایت کنند؟ به گفته شما در رأس کشورهای خلیج عربستان سعودی قرار دارد. منظور از حمایت این کشور از گروه های حرس افغان چیست؟ ببینید بقای سلطنت زینا، بقای سلطنت زینا به تروریست پروریه. بقای سلطنت زینا به یعنی سودجویی از اسلام است. اما ای کاش خود اسلام می بودن. ای کاش خود به اسلام باور می داشتن. همیشه وقتی که اینا به یک کشور غربی به برابر آمریکا یا اسرائیل برابر میشن چقدر دستبوسی میکنن اما وقتی که از نام اسلام میشه چلتار از اینا رو که ببینی به زیر هر تار چلتار صد منافقت نفته آقای سیدی
حالا با معذرت آقای واحدی میخوایم از شما پرسش داشته باشم. بر اساس افشاگری های ویکیلیکس، برخی از شیخ های عربستان سعودی به گروه های طالبان، لشکر طیبه و القاعده پول میفرستند. ویکیلیکس از زبان هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا نگاشته که منبع تمویل این گروه ها گروه های حراس افغان در واقع عربستان سعودی است. اگر در واقع نفس حمایت مالی گروه های حراس افغان یا حمایت مالی کشورهای خلیج از گروه های حراس افغان در افغانستان و در منطقه برای ایالات متحده آمریکا مهم و جدی است، چرا آمریکا بحث حمایت شیوخ عربستان سعودی را از گروه های حراس افغان جدی نمیگیرد، در حالی که به قطر هشدار داده که دست از این کار بردارد؟ خب اصلا درست که همیشه اینا خواستن که یک کسی را استعمال کردن علیه دیگه و مفاد خود بردن، مثل که در افغانستان امروز همی جریاناتی که روان است ایر خود افغان ها نه شروع کرده نه دوام میده، ایر مثل نمی یک طرف و دیگه طرف، چون در سابقه موضوع کمونیسم و اسلام بود آل او یک طرف مانده شد، آل موضوع امریکا و موضوع مسلمان آمد. این حالی در اینجا اینا برای خود یک جبهه را باید تشکیل بتن و در راست ازی امی مسائل که در افغانستان پیش میره تنها قطر نه، تنها دیگه نه، بلکه تمام ممالک عربی با یک نوع نه، یک نوع در اینجا زیادتر شامل بود و این عربستان در راست از اینا بود. این حالی امروز اونمو ممالک که با عربستان بود حال نیستن، چرا راهای دیگری را دریافت کردن؟ به اون لحاظ اینا میخوان که به زور امریکایی ها اینا را تابع خود بسازن. چیزایی است که اینا در هر جای کردن. حالا با گفته آقای سعیدی در رأس کشورهای خلیج در واقع عربستان سعودی دا قرار داره. عربستان سعودی بیشتر از دیگر کشورها با حمایت مالی حراس افغانان در افغانستان میپردازه. چرا آمریکا در برابر این عملکرد عربستان سعودی واکنش نشان نمیده؟ چرا بحث حمایت مالی قطر جدی میگیره در حالی که در رأس عربستان سعودی قرار داره؟ با گفته آقای سعیدی خود اونجا تاوان آمریکا است، به خاطر که حال شما دیدید می سفر نزدیکی که اینا آمده بودن قرارداد را که امضا کردن دیگه، عربستان سعودی خود کدام به اسلحه ضرورت نداشت. این خونمو چیز است که اونا پیسی از اینا میره و حساب میکنه اینجا سر افغانستان و سر عراق و دیگه و دیگه. یعنی به این اساس اینا تفاهمات از اینا و کارهای از اینا در پشت پرده یک قسم است و در علنی دیگه قسم است. یعنی همین چیزها را مثل در افغانستان اگر متوجه شده باشه، یعنی اگر کسی که اگر گپ تند و شخص زد باز دیگر رو میگه سیگاری طور یکی چیزه نه؟ او را نگاه کرده اون دوسیه را خود وقت گرفته، او آدم و چند سال پیش کشته شده نه؟ او کاغذار را نگاه کرده که چی وقتی به درد میخوره، اون امروزی که به درد خور شد امروز او را میکشه، بونه چاقو است میتونه یک آدم در شکمش بزنه و دیگه خودش هم کتش سیب بخوره خلاص. حالا دولت قطر به این هشدار و درخواست ایالات متحده آمریکا چه پاسخی خواهد داشت؟ او امرای دوستای خود یک دفعه خود حتما مشوره میکنه و پاسخش آخرش اینه میست که جزیه خود باید بده و میتونه. چه جزیه؟ خود جزیه نمیستی که عربستان سعودی داد نه؟ یه میتونه یک قرارداد دیگر امضا میکنه، پولایشان میگیره و میره. چرا که اینا دیگه یک قسم نمیکنن که یه پول خود را دیگه جای مصرف کنن و پول مردمای باشه که او تکس داده. چرا عمر این حکومت ها را این تکس پیار از بین میبر اصلا؟ او مردم است که باز مردم گفته میشه. این حال اینا با این میگه پاونه خود آرام میسازن و از این مردم مونه پر. حالی امی میم سر امی خود وطن خود. پیش ما یک سوال است وقتی که ما در اون ولایت هم بودم. امی سروه مادنه افغانستان در شویا کردن. چرا میره سروی کردن؟ کی گفته بود این وقت جنگ؟ آیا در افغانستان اینطور کسی هست که بگوی ما گفته بودیم سروی کو مادنا را؟ و امروز که می چک چور میکنه کی میکنه؟ چطور ای جایش معلوم است؟ و نمو سروی پیش از این مردم است امروز. خیلی سپاس گزارم. خیلی ممنون. آقای سعیدی، حالا این واکنش ایالات متحده آمریکا به کجا خواهد منتج شد و سبب قطع رابطه قطر با طالبان و دیگر گروه های حراس افغان در افغانستان خواهد شد یا نه؟ قطر بدون تردید ترسی از زور و زور از مای امریکا داره. قطر به یک نحو غیر مستقیم به ایران نزدیک خواهد شد و ترسی از امریکا خواهد داشت. اما به چند دلیل ترسی است. یک، شما میدونید که به همین تازگی ها 110 میلیارد دلار سلاح سعودی از امریکا خرید و طی 10 سال 300 میلیارد دلار میخره. گپی مسخره ای نیست. کشوری که 300 میلیارد دلار از امریکا میخره، امریکا باید به عربستان سعودی دل بزنه و ترم برقصه. یک. دوم، 100 میلیون دلار بخشش به دختر ترم یعنی چی؟
من باور دارم، من نمیگم که قطر تروریست پرور نیست، هست. همی که دفتر سیاسی طالبان به قطر است یعنی چی؟ همی که دفتر سیاسی را واز میکردن و حکومت آقای کرزی اعتراض کرد یعنی چی؟ تعدادی از زندانی های گونتانامو که آمدن حال میمان قطر هستند یعنی چی؟ واقعیتی است که من فکر میکنم که قطر اگر جرأت کنه اسناد و دلایل همونطو که العربیه از تروریست پروری قطر افشا کرد توسط امریکا، بدون شک الجزیره و نهادهایی که مربوط به قطر هستند، میدیا سنتری که اونا دارن، اونا هم تروریست پروری های سعودی را افشا خواهد کردن. اما ترسی از امریکا وجود داره. اگر ما پرسان کنیم از امریکا که اسامه بن لادن تقریبا 12 سال میشه کشته شده، حال شما افشا میکنین العربی را، به خاطر شما حال افشا میکنیم که شیخ قطر بیچاره دیروز خود رئیس جمهور ایران تلفنی مبارک بایی داد، بس کفر کرد، خلاص شروع شد دیگه. آقای سیدی، در چنین یک حالت ایجاد اختلاف در میان روابط عربستان سعودی و قطر و قطر و ایالات متحده آمریکا، سرنوشت دفتر سیاسی طالبان در قطر چی خواهد شد؟ در این باره چی تصمیم گرفته خواهند شد؟ قطر دفتر سیاسی طالبان را به اجازه آمریکا اونجا باز کرده، حمایت هم به اجازه آمریکا کرده. من به شما پیشتر هم یاد کردم، شما گفتم که یوبریکدال آمریکایی را در بدل 5 نفر که آزاد کردن، همین لحظه توسط همین آمریکایی‌ها زن و بچه از اینا و فامیل از اینا برده شد، حالا در قطر هستن. به هر صورتش من به عقیده هستم که تضاد بین سعودی و قطر، بین بحرین و کویت، این یک نوع کشمکشیه. یک راه وجود داره، یا این کشورها به شمول قطر سر فرود دارن تعظیم کنن به سعودی، یا مقابله کنن، دیگر راهی وجود نداره. آقای واحدی، رئیس جمهور غنی پیش از این در واقع در دیدار با وزیر خارجه قطر در آلمان گفته بود که اگر طالبان تا بهار یا تابستان امسال فعالیت‌های هراس‌افگنانه ایشان را متوقف نسازند، دفتر سیاسی این گروه در دوحه باید بسته شود. حالا فکر می‌کنین چی تصمیم گرفته خواهد شد در قبال دفتر سیاسی طالبان در قطر، به خصوص پس از ایجاد اختلاف در میان روابط کشورهای خلیج؟ پیشتر جناب سیدی صاحب اشاره کرد و می بندیای که از گوانتانامو به مقابل یک آمریکایی رها میشه و به قطر آورده میشه به حیث میمان پرده میشه، معنی که کل پروسه به دست امریکایی بود، نه به دست کدام کسی دیگه، و امریکایی این کار لازم دید اول در قطر جا بجا کرد. و از پشتش دفتر سیاسی که بخاطر از اینکه بینا یک وقت اگه یاد شما باشه امریکایی گفتن که ما با طالبا هیچ مشکل نداریم، در وقت شما خوی گپ ما مردم او قدر مهم نگیرین، چرا که اونا هرچی که شعار امریکایی داد ما میتیم. ای شعارای ما چندان ایتور اعتباری نیست، ولی قرائن ایتور نشان میده که دفتر بسته میشه سرشان، به خاطر که پروسه کلش در اصلش گرداننده امی پروسه خود امی چیز است، امریکای است، و اونا که دفتر زینا را نخواسته باشه صبح بند کرده. و بسته شدن دفتر طالبان در قطر در واقع تبعات و پیامدهایش بالای اوضاع افغانستان چه خواهد بود؟ افغانستان منفعت خواهد برد یا نه؟ افغانستان دیگه هم شدید میشه جنگا، برادر کشی زیاد میشه، چرا که اونجا حال با یک قسم به سهولت چیز میارن و بعد از او به مشکل میارن. وقتی که امسایه افغانستان اگه با این اسناد اینا قطر میگیرن، دیگه بیا که 100 اسناد دیگر نشان بتن که در امی خاک امسایه ماست، ایره چرا نمیگیره؟ ایره چرا اختار نمیتا؟ خویی خامی پروسس که روان است دیگه. این قطر این دفعه پیچق کرد که او چی، مگر ما چی میگم که همین ممالک اسلامی باید جرأت خود از دست نتا و با هم یک جا شوا و چیزی که به خدا و رسول حکم کرده و نموتر کار کنه و دیگه در افغانستان مردم با پیسه خود نکشن، یعنی می پیسه را که برای جنگ میتا برای صلح میتا که هم خدا خوب بگویه و هم بندش. یعنی ما در این ماه مبارک رمضان هیچ وقت نمیخوایم از دان آدم یک گپ خراب چی چوا، مگر ما یک چیز برای شما میگم که مثلا کلش به دست خارجی است، والله اگه ای افغانا خبر باشن بیچاره، یعنی یک دفعه میگه که او با مادر با ما افتید که ما گفته بود، والله اگه اینا را کس گفته باشه رمضان است، اگه گفته باشه میال بیای ما را قانع بسازه، و نتیجه از اول شما میبینی چی شد، یک منطقه را زدن اول رفت دیگه منطقه رفت، مردم در این ماه مبارک رمضان اونا کشته میرن. ما هنوز هم گپای این و آن از اینا را گوش میگیریم. دشمن اصلی خود مردم افغانستان شناخته، کسایی که شناخته او توان نداره،
کسایی که شناخته و یک تعدادش رفته زیر سایه از وا زندگی خودت تصور میکنه، یک تعداد دیگهش در او مفاد خود میبینه. این افغان کشیر شروع کردن، برادر کشیر شروع کردن، کل چیز که از در وطن ما شماست. و باز برای شعار گونه میگن که در رمضان نکش، غیر رمضان بکش. ما خود میگیم که غیر رمضان هم نکش، حالی که خواهش میکنی هم او وقتم بکو. خیلی سپاسگزارم. لیکن نه، کل گپای از یا سختگی است یا چیز است و پروسه هم اتروان است. اینا میگن که ما برای 20 سال دیگم در افغانستان جنگ است، در افغانستان مشکلات است و این کلی پیش از همین مردم است، این ممالک عربی رو فقط پیساش میگیره. خیلی سپاسگزارم. آقای سیدی، حالا به گفته شما کشورهای خلیج به گونه منسجم زیر رهبری عربستان سعودی با حمایت از گروه های افراطی و خشونت طلب و حراس افغانی در منطقه و افغانستان میپردازند. ایجاد تضاد در میان این کشورها به خصوص میان عربستان سعودی و قطر در واقع چی تاثیر بالای ارتباط این گروه ها، این کشورها با گروه های عرب افغان خواهد گذاشت؟ قطر علاقمند است روابط با ایران به خاطر اینکه شیعه هایی که در قطر زندگی میکنن مخالف قطر هستند، بنابراین علاقمند است که ایران اونا رو سر جایشان بشانه. دوم، کشورهای خلیج یا کشورهای عربی که در اینا علاقمند عاشق به رهبری سعودی نیستند، اما ترسی که از امریکا دارن، چون امریکا سعودی در سایه مغناطیسی امریکا است، بنابراین میفهمند که امر سعودی یعنی امر امریکا، هدایت سعودی یعنی هدایت امریکا، مجبورن که بسازن. در گذشته اگر شما مطالعه کنین، گذشته بسیار ساده میگم، شما میدونین هر پروژه توریست پروری طالب، داعش، القاعده چی بوده؟ طراحش، طراح اصلیش امریکا بوده، تنویل کننده مالیش عربستان سعودی، قطر، بحرین، کوین بودن و مدیر اجرایش پاکستان بوده. مدیر اجرایش پاکستان بوده بدون شک. ایران هم دست و پا زده به همین توریست پروری ها، پاکستان هم دست و پا زده و اینها سررشته طراحی در غرب بوده، اما پولدار سعودی ها بودن و مدیر اجرایی پاکستان. از چنین یک حالت یا از چنین یک حرفا و اظهار نظرهای شما، گروه هایی که در افغانستان در مقابل دولت افغانستان می جنگند، در مجموع گروه های حراس افغان چی درس باید بیاموزند، چی را باید درک کنند؟ اینا باید از دیگرها این را بیاموزند که چطور مردم خود حمایت میکنه و جنگ میبره در خانه دیگه مردم. در این 40 سال خمیر اینا باید یاد گرفته باشند و کوشش کنند که افغانا بین هم برادر شوه و نخواهد که دیگران جنگ به خانه ما بیاره و افغانا را از بین ببره. این طرف هم کشته میشه که در دریشی اونجا شهید افتیده او هم افغان است، اگر در لباس افتیده او هم افغان است. از برای خدا برازی دیگه متوجه شوند و به مردم افغانستان رجوع بکنند و یک جرگه کلاو آن مردمی را بخواهند و ای را دیگه از ذهن خود بکشن که امریکا یک روز پیسه نداد ما میموریم. ای را ذهن خود بکشن. خیلی سپاسگزارم از حضور هر دوی شما در برنامه و ممنون از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر ببینید. دانش آموزان یک مدرسه در نیوجرسی حاضر نشدند که با رئیس مجلس نمایندگان امریکا عکس بگیرند. زمانی که پال رایان تصمیم گرفت که عکس یادگاری با دانش آموزان این مدرسه بگیرد، حدود 100 نفر از دانش آموزان کلاس هشتم که تقریبا نیمه از دانش آموزان این مقطعی مدرسه را تشکیل می دادند حاضر نشدند با وی عکس بگیرند. برخی از دانش آموزان که حاضر نشدند با وی عکس بگیرند گفتند که برای آنان اصلا مهم نیست که وی رئیس مجلس نمایندگان امریکاست و علت حضور نیافتن آنان سیاست هایی است که باور این دانش آموزان برای امریکا خوب نیست و رایان سیاست های حزبی را بر منافع ملی ترجیح می دهد. برخی دیگر نیز گفتند که به خاطر حمایت های رایان از سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا حاضر نیستند که با او در یک قاب دیده شوند.